اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ربی قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات و الارض انت ولی فی الدنیا و الاخره توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین ذلک من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم و هم یمکرون و ما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین و ما تسألهم علیه من اجر این هو الا ذکر للعالمین و کأی من آیة فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون افأمنوا ان تأتیهم غاشیة من عذاب الله و تأتیهم الساعة بغتة و هم لا یشعرون. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه بر اساس همون ما بکن من نعمه من الله، تفاوتی برای اون حضرت بین چاه و زندان و عرش مصر نبود، برای که در همه این حالات تنها تکیگاهش قدرت الهی و عنایت الهی بود. وقتی هم که خواستن اون را به چاه بیندازن، گفتگوش هم با خدای سبحان بود و ذات اقدس اله، به او وحی رسوند که بالاخره روزی این جریان را برای برادرانت بازگو خواهی کرد. آیه 15 همین سوره مبارکه یوسف که قبلا این آیه بحث شد این بود که به اجمع ان یجعله فی غیابت الجب و اوحینا الیه لتنبئنهم به امرهم هذا و هم لا یشعرون. در جریان زندانم که فرمود رب سیدون احب علیه و در داخل زندانم که به توحید دعوت میکرد ارباب المتفرقونه خیر ام الله الواحد القهار، علم که رو تخت عزت مصر است رب قد آتیتنی من الملک است. این نشان آن است که یک انسان کامل طوریست که میگوید این سلاتی برسکی به محیای و مماتی لله رب العالمین. سلات و نسک لله باشد خیلی بعید نیست، بلکه امر عادیستی موحد کارش این است، اما تمام حیات و مماتش لله باشد این مال هر کسی نیست. وجود مبارک یوسف صدیق الان حیات و مماتش لله میدوند. انت ولی فی دنیا ورا، این همون حیاتی مماتی الله رب العالمین است، برای اینکه مولا علیه مال ولی است. حضرت عرض کرد انت ولی فی دنیا و الاخره، نه انت ناصری، انت ولی. در بحث دیروز بین نصرت و ولایت فرق بود که گذاشت، عرض نکرد تو ناصر منی در دنیا و آخره، چون این مقام متوسط است. عرض که تو ولی منی در دنیا و آخرت، یعنی حیات و ممات من تحت ولایت شماست، چیزی از من نیست. وقتی هم که از شما درخواست میکنم این دو مطلب مهم را درخواست میکنم، یکی انقیاد تام است که با انقیاد تام رحلت کنم، یکی هم جایگاه من در بعد از رحلتم این باشد که با صالحین ملحق بشوم، که صالحین تو روایات ما همون اهل بیت علیه السلام هم که اسمهای کامله. خب بله، اما حالا صالحین فی دنیا یا صالحین فی الاخره یا صالحین فی العالمین، همین وجود مبارک ابراهیم که کل من الصالحین است، با این که در دنیا از صالحین است، در قرآن دارد و انه فی الاخرت لا من الصالحین، معلوم میشه صالحین است. صالح هم مقوله به تشریح است، درجاتی دارد، همون طوری که نبوت مراتبی دارد، رسالت مراتبی دارد،
تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، یا لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض. این دوتا آیه نشان تفاوت مراتب اون دو سمت است، هر کدام نسبت به خاص خود. نبوت مراتبی دارد، رسالت مراتبی دارد، تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، دقیقت فضلنا بعض النبیین بعض، پس برابرین دقیقت فضلنا بعض صالحین علی بعض. لذا با اینکه کل من الصالحین است، درباره هست ابراهیم داشت به اینکه و انه فی الاخره لا من الصالحین. اینجا هم ایشون با اینکه خود یوسف سلام الله علیه صالحین است، اما از توفنی مسلمان، گرچه با فا و ثم نفرمود با واو ذکر، اما این نشان بعد الوفات است. و بعد الوفات مرا کجا ببر؟ مرا با صالحین ملحق بکن. توفنی مسلمان و الحقنی به صالحین. این فاطر از سماوات بر عرض که در وسط قرار گرفته، واسطت العقد است، گذشته رو به آینده، آینده رو به گذشته مرتبط میکند. این جمله دعاست به تعلیق حکم بر بحث مشه به علیت است. منصوب بودن فاطرم برای که دعاست، یا فاطر از سماوات بر عرض. این یا فاطر از سماوات بر عرض برای آن است که چون آفرینش این مجموعه هستی در اختیار توست، کل این هستی در ولایت توست. تو بحث قبلی هم ملاحظه فرمودید، اگر وقتی خدای سبحان بخواهد موجودات آسمانی را از آسمان جدا کند، موجودات زمینی را از زمین جدا کند، اما سماوات به ما فیهنه یا من فیهنه به مانند آن. اما وقتی فرما سماوات و عرض، یعنی مجموعه نظام آفرینش، یعنی سماوات و منفیها مثل مدبرات سما و اوهینا فی کل سماء امرها، اینا که مسئولان آسمانی هست، زمین هم همچنین. پس اگر منظور خصوص آسمان و زمین باشد، ما فیهما منفیهما، اینا علاهده ذکر میشود. یسب به لله من فی السماوات من فرز، یا ما فی السماوات برهست و لهو اسلم من فی السماوات برهست. اینا معلوم میشود که ساکنان آسمان غیر از آسمان هم. اما اونجا که منظور مجموعه نظام آفرینش باشد، اهم از آسمان و آسمانی ها، زمین و زمینی ها، همون سماوات و عرض ذکر میکنند دیگه، منفیه ما و امسازداری سکده میکنند. فاطر از سماوات و عرض، این فاطر از سماوات یه حد وسط است، یه علت است. چرا ولی منی؟ برای اینکه ولی آسمان و زمینی. چطور به من نعمت دادی؟ مانی که منعم کل توی. چطور معلمم بودی؟ برای اینکه معلم کل توی. فاطر از سماوات و عرض، هر مسلب نوعی، چه علمی چه عینی، چه در آسمان چه در زمین، پدید بیاید به عنایت الهی. فرشتگان هم حرفشون این بود که لا علم لنا الا ما علمتنا. خب پس اون چه فاطر از سماوات و عرض؟ یعنی هر چه که در آسمان و آسمانی، زمین و در زمینی ها ظهور بکند به عنایت الهی است. و چنین موجودی از ذات اقدس اله توفنی مسلمان را درخواست کرده است. مطلب دیگر این است که گرچه مسلمان مردن حسن عاقبت و عافیت نعمت خوبی است، مطلوب است برای همه، لکن اسلامی که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه درخواست میکند، نظیر همون اسلامی است که برای ذات مقدس ابراهیم سلام الله علیه است که اسلمت لله رب العالمین، یعنی سلم محض که مقام تسلیم و تفویض و مرحله عالیه اسلام است، نه اصل اسلام به معنی اعتقاد به ربوبیت خدا و شهادت به رسالت. اون اسلام یعنی سلم محض بودن، که اگر یه وقت نوبت رسید که اینی عراف المنام انی از بهوک، این هم مسلم است و منقاد است که فرمود اسلما و تلهو للجمیل ابراهیم. یه اسلام به این معنا که اگر یه وقتی دستور رسید فرزندت رو ذبح کن و قربانی کن، بگوید منقادن اطاعت بکنم. چنین اسلامی را وجود مبارک یوسف دارد مسئلت میکند، گرچه وصیت ابراهیم سلام الله علیه این است که لا تموتن الا وانتم مسلمون، اگر کسی مسلمان بمیرد کمال است، ولی اینا در صدد تحصیل اون کمال اتم من، وقتی اسلام میخوان اون مقام تسلیم رو میخوان، اون اسلام کامل رو طلب میکنن. توفنی مسلمان
و الهغنی به صالحی. نه اگه مظهر ولی الهی باشن، مظهر خاصه، البته نسبت به اون ولی حقیقی بله مجاز دیگه. خدای سبحان یه دیر و ولی میدونه، مثل انا ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یؤمنون الصراط یؤتون الزکات هم راکعون. نسبت به ذات اقدس اله بله خب مجاز است، یا به تبع است در برابر بالعصر، یا بالعرض است در برابر بالذات، یا بالمجاز است در برابر بالحقیقه، اما نسبت ما حقیقت دیگه، یعنی حقیقتا ولی ماست. خب بعد میفرمان به این که در جریان یوسف با همه جلال و عظمتی که داشتن، این که نبوت در خاندان اون حضرت نبود، اینا دیگه برهان پذیر نیست، اینا مسائل جزئی است که عقل به هیچ وجه راه ندارد. البته توجیهاتی ممکنه روایات انجام بدن و افاضه کنن، اما مسئله نیست که عقل راه داشته باشد. اصل نبوت عامه، رسالت عامه، ولایت عامه، خلافت عامه، امامت عامه رو عقل کاملا در حد خودش میفهمد، اثبات میکنه، ضروری هم میدانه که در جهان نبی باید باشه، ولی باید باشه، خلیفه باید باشه، رسول باید باشه، امام باید باشه و مانند. اما امام کیست؟ این رو عقل نمیفهمد، چون امر شخصی است. اگر قضیه شخصی بود دیگه برهان پذیر نیست. بر اساس الله اعلم و حیث بیجر و رسالت ذات اقدس اله، این نفهمی عقل را امضا کرده است. عقل گفت من نمیفهمم چه کار باید بکنم، خدا هم فهمت حق با توست، کار تو این نیست که بفهمی کی پیغمبر میشه کی امام میشه. عقل وقتی به شخص میرسد میگه دست من کوتاه است. مسائل کلی که جهان پیغمبر میخواهد، نبی میخواهد، ولی میخواهد، قصی میخواهد، خلیفه میخواهد، این کلیات رو عقل کاملا به مقداری که مقدور طاقت بشریست میفهم و برهان اقام میکنه. این همان است که تو کتاب ها میگن نبوت عامه، نبوت عامه، امامت عامه، رسالت عامه. اما حالا کی پیامبر است، کی امام است، این میشه قضیه شخصی. کلیاتش عقل میفهمد که نبی باید اوصافش این باشه، باید معجزه داشته باشه. فرق معجزه با علوم غریبه مثل سحر و شعبده و جادو و طلسم و اینها چیست، اینا رو عقل میفهمه، قانونش هم ذکر میکنه. اما حالا زید معجزه میآورد به میشود پیغمبر یا امام، این دیگه کار عقل نیست، این دیگه بر اساس الله و اعلم و یجعل رسالته با تعیین بشه. عقل باید فقط تشخیص بده یه مخاطب خوبی است، یه مستمع خوبی است. لذا اسرار چیست که فرزندانی هست یعقوب سلام الله علیه که مثلا بیراهم رفتن، بعد توبه کردن، نبوت چطور از نسل حضرت یوسف مثلا نشد، منقطع شد، و اون لاوی همون کسی که مثل حضرت یوسف نبود ولی مثل دیگران هم نبود که کجراها بره، این گفت که لا ابره حتی ازن بی عبی، اون معتدل بود دیگه، گفتن اون اسمش لاوی بود و نبوت از نسل اون لاوی است. اینا واقع برهان پذیر نیست. جریان بزن مرگ پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبود پسر داشته باشد تا امامت از اون راه داشته باشد، باز وسیع صدیق کبرا سلام الله علیه باشه، اینا رو هیچ عقل دسترسی ندارد، بر اساس الله و اعلم و حسبی اجر و رسالته است. البته کسی استحقاق داشته باشد خدای سبحان از جاه دیگه ترمیم می کند. وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه و فرزندان زیادی داشت، اسماعیل داشت، اسحاق داشت، به این انبیاء ابراهیمی از اسحاق هست، یعقوب از اسحاق است، یوسف از اسحاق است، بعدی ها هم است، موسی و این هم از اسحاق هست که فرزندان اسحاق هست. اما وجود مبارک اسماعیل سلام الله علیه با همه آمادگی داشت، بعد از گذشت مدتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نوه اوست و حافظ سلسله نبوت ابراهیم خواهد بود. حالا کی خدا عطا میکند، چی جور عطا میکند، بر اساس الله و اعلم و حسی و جر رسالت است. اینا هیچ عقل واقع دسترسی ندارد به اونها. خب نه عقل انبیا و اولیا به وحی الهی میفهمند دیگه، اونو نمیدونیم. این قسمت های تاریخ شما توی این روایات ملاحظه فهمید،
این سیدن استاد رضوان الله تو المیزان بعد تو بحث ربایی این قسمت رو به صراحت بازگو کردن که فقط این ربایی که در باب هست اکثرش مشوش است، گذشته از ضعف متن ضعف سند هم دارد. این گروه قرآن پژوه دلسوخته میخواد که این روایات رو جمع آوری کنه، مسند کنه، سنداش هم بررسی کنه، رجالش هم درست کنه. شما به برکت انقلاب خونهای پاک شهدا خیلی کار شده بعد انقلاب، همین نهج البلاغه قبل مظلومیت به در آمده. شما تو کتابهای فقهی مثل شرایع امثال شرایع میبینید اصلا نهج البلاغه به عنوان سند فقهی مطرح نبود در حوزه ها. اگه یه روایت فقهی تو نهج البلاغه بود یک فقیه ناموری مثل محقق و اینا گفتن فی مرسلت رضی کذا، بعد هم به عنوان اینکه مرسل است و قابل اعتماد نیست رد میشدن، گفتن مرسله رضی اینه. قبل از انقلاب کم و بیش کار شده است، اما بعد از انقلاب هم مستدرک هاش فراوان شد، هم مسانیدش، روایاتش، رواتش، غالب اینها تقریبا به حد رسید که قابل عرضه و قبول است. دیگه مرسله رضی دیگه نمیگن، الان همه نهج البلاغه رو تازه به قرآن میدونن و باشن استدلال میکنن، اما قبلا میگفتن فی مرسلت رضی. خودم تقریرات فقهی که بنوشتم میتونم اساتید میگفتن فی مرسلت رضی، تو حوزه ها اینجور بود، چه رسد به جای دیگه. یعنی ارزش فقهی نداشت، سند فقهی نبود. خب راست میگفتن بیچارا، خب مرحوم رضی رضوان الله که سر از زده کرده. بعد وقتی جمع آوری کردن دیدن که همه این روایات یا مرحوم کلی نقل کرده، یا مرحوم صدوق نقل کرده، یا مرحوم شیخ طوسی نقل کرده، یا دیگران نقل کردن، سند دارد، رجال رشته مشخص است و دیگر ارسال به در آمده. روایت قرآنی هم الان همین طور است. شما غالب این روایاتی که بررسی میکنید دست مفسر کوتاهه، در حد تأیید و احتمال از اینها استفاده میشود. اما انشاءالله اگه یک گروه کاری و لجنه علمی روش کار بکنن، خب اینم میشه مسند، رجالش هم کار بشه، اومد در فهم قرآن خیلی اثر داره، خیلی میتونه کمک بکنه. دیگه اون الله اعلم و حیثوی اجعر و رسالت نظیر هسته نوح که از انبیای اولوالعزم بود چیزی از اون نمونده است. بعدها گرچه این ضراری به جعلنا ذریت و هم الباقین و فاصله های فراوانی انبیا ظهور کردن، اما از خود اون حضرت که پیامبر بلو ازمود نبود. یعنی هست موسی هم همچین است، گفتن این نبوت ها از نسل هست هارون است، برادر اوست، نه از هست موسی. اینا واقع برهان پذیر نیست، چی هست، راز چی هست، مادر چگونه تقصیر دارد، نقش مادر چقدر است، سهم مادر چقدر است، اینا رو خب عقل چه تشخیص میده. خب این زالکی یعنی جریان هستی یوسف. از این به بعد دارن بهره برداری میکنن و فلسفی تاریخ به قصه را ذکر میکنن به اصطلاح. قبلا هم بحث بود که در قصه هیچ کدام از انبیاء علیه السلام اون زمان تاریخی ذکر نشده تا بگن تاریخ مصرفش گذشت. یعنی شما از جریان هست آدم تا هست خاتم علیه السلام ندارید که در فرون روزگار این حادثه اتفاق افتاد تا کسی بگه این روزگار گذشت. همه اینها حادثه نقدیه. یعنی از جریان هست آدم تا جریان هست خاتم علیه السلام همه شون به روزه. یه مطلب کهنه ای تو قرآن نیست که بیمالا گذشت و تاریخ مصدبش گذشت، لذا تاریخش اصلا ذکر نمی کند. حالا در فلسفه این قصه ذکر کنند. حالا این یک صفحه هم که منتشره رو بخونیم تا به اون جنبندی نهایی برسیم انشاءالله قبل از تعطیلات، چون دو تا مطلب مهم تو این سوره هست. یکی رؤیاست که وعده دادیم، چون سیدن استاد این رو در آخر المیزازه که بکنن رؤیا یعنی چه، اقسام رؤیا چیه، تعبیر خواب چیه، چگونه انسان خواب خوب ببینه و اینها یه مطلب است. یکی هم جنبندی مطالب سوره یوسف. ایشون حالا دارن این جریان را ذکر میکنن، فهما زالکه یعنی جریان هست یوسف، نه این مطلب اخیر. جریان هست یوسف نه از کسی شنیدی،
نه در کتاب دیدی. اینا نیست، مستقیما غیبی است که ما گفتیم و تو شنیدی. همین میشه من مالا رفی ذالکه من انباء الغیب، خبرهای غیبی است که نوحی این غیب را الیکه، دیگری این غیب را به تو نرسون، ما این غیب را به تو رسوندیم. خب بعد به اون سرفصل قصه اشاره کرد، فمود و ما کنت لدیهم از اجمعو امرهم و هم یمکرون. اصل قصه یوسف از کجا شروع میشه؟ از این که برادرها تصمیم میگرن که یوسف را آسیب برسونن، از همونجا شروع میشه دیگه. فمود اون لحظه ای که برادرها تصمیم گرفتن که به یوسف سلام الله آسیب برسونن، اون لحظه تو نبودی. یعنی از اون لحظه تا عرش عزتی که در اختیار او بود ما اون اسارش رو برای تو گفتیم. این به ما کنته وسطای قصه نیست، سرفصل قصه است. فمود در اصل قصه تو حضور نداشتی اون وقتی که اینا تصمیم گرفتن درباره از یوسف کاری بکنن. و ما کنت لدیهم از اجمع و عزم کردن امر خودشون را در حالی که مکر دارن. این ما کنت لدیهم، ما کنت لدیهم که در بحثی دیروز گذشت، آدرس دادن خدای سبحان است که تو در اون صحنه نبودی ولی واقعیت از این قبیله. در جریان هست مریم آیه 44 سوره مبارکه آل عمران اینه. بعض این که جریان هست مریم سلام الله را بازگوشد، همو زارکه من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم از یلغون اقلامهم ایهم یک فرو مریمه. سرفصل قصه است مریم این بود که اینا قرعه کشیدن که به نام کی بیفتد که کفالت است مریم رو بحت بگیرن. تو اون وقت در اون صحنه نبودی. یک، و ما کنت لدیهم از یختسمون. اینا مشاجره کردن، مناظره کردن، گفتگو داشتن، هر کدام مدعی بودن که ما باید مثلا مسئولیت قبول بکنیم. تو اون صحنه نبودی. دو، این ما کنت ما کنت در اینجا تکرار شده است دوبار. در جریان هست شعیب، موسی، سایر انبیاء علیهم السلام، اونا در حد ما کنت ما کنت بازگو شده است. در سوره مبارکه قصص آیه 44 این است، و ما کنت به جانب الغربیه از قضینا الی موسی الامر. ما که به موسی کلیم سلام الله علیه خواستیم دستور بدیم، فرمان صادر کنیم، به او سمت کلیدی بدیم، تو اون صحنه نبودی. و ما کنت به جانب الغربی، قسمت غربی تور. یک، و ما کنت من الشاهدین. تو از نزدیک هم نبودی، از دورم مشاهده نمی کردی، بالاخره حضور نداشتی. سه، ولکننا، یعنی ولکننا انشأنا قرونا فتطاول علیهم الامور. بعد همود، به ما کنت ثاویا فی اهل مدین. تو در مردم مدین مسوای نداشتی، معوای نداشتی که از جریان شعب با خبر باشی، از جریان تبهکاری مردم مدین و کم فروشی مردم مدین با خبر بشی. ما همه رو باید تو تشریح کردیم. و ما کنت ثاویان فی اهل مدین تطلو علیهم آیاتنا ولکننا کننا مرسلین. و ما کنت به جانب تور از نادینا. تو وقتی که ما در تور وحی می فرستدیم اونجا هم چه صحنه هم که نبودی. ولکن رحمتا من ربکه ولتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبل که لعلهم یهتدون. این ما کنت ما کنت در قرآن کم نیست. میگم تو اون صحنه نبودی ولی جریان اینه، در تور نبودی ولی صحنه اینه، در جریان قرعه کشی برای نگهداری مریم نبودی صحنه اینه، در جریان مخاصمه نبودی جریان اینه، در جریان چاه اندازی نبودی ولی جریان اینه. اینی که وجود مبارک هستم، این که من با همه انبیا بودم کذا، از همین نوره، رو همون نورانیتی که وجود مبارک هستم، رو هسته رسول سلام الله علیه و آله دارن که نور واحدن. اگر درباره هسته امیر آمده است که من با همه بودم کذا، با انبیا بودم کذا، رو همین جهت دیگه. الان وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله با همه اینا هست. حالا اینا به عنوان تمثیل ذکر شده، نه تعیین. نه یعنی تو در این سه چهار صحنه نبودی، قصه اینه.
اما در جای دیگر معاذ الله جور دیگه است. نخه جای دیگر هم همینطوره. تو در طوفان نوح نبودی، تو در به دنیا آمدن عیسی نبودی، تو در سخن گفتن عیسی در گهواره نبودی، ولی قصه اینه. حالا اینها رو به عنوان شاهد ما 5-6 مورد یاد کردیم، وگرنه اساس قرآن بر اینه که تو در تک تک موارد نبودی، ولی جریان اینه. و اینا چون نور واحدن، از قرآن به خوبی می شود استشهاد کرد که وجود مبارک پیغمبر در حقیقت با همه انبیا بود. اینا هم چون نور واحدن هستن، میرن با همه انبیا بودن، برای اینکه هیچ تردیدی در این گزارش های خبری نیست. خب فرمود به ما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم و هم یمکرون. بعد بفرماد که تو هم حرف خوب میزنی، هم غرضی نداری، خب چرا حرفتو قبول نمی کنن؟ مشکل اینا چیه؟ تو هم حرفای غیبی، حرفای معقول، حرفای حق داری و هم غرضی هم در کار نداری، چیزی از مردم نمیخوایی. اگر یک رهبری هم کار خوب بکند هم غرضی نداشته باشد، خب تجربه دیگر. برهانی که مؤمن سوره یاسین استدلال میکند این است، آیه 20-21 سوره یاسین اینه: و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى. به سرعت آمده گفته یا قوم اتبعوا المرسلین. چرا اتبعوا المرسلین؟ بلکه اتبعوا من لا یسألکم اجرا، یک، و هم مهتدون، دو. خب اگر یک کسی حرف خوب میزند، خودشم تو راهه، چیزی از شما نمیخواد، خب قبول کنید دیگه. اگر حرف خوب نزنه یا حرف خوب بزنه ولی جاه طلب باشه، غرض داشته باشه، چیزی از شما بخواد، خب بله میتوانید عذر بیاری. اما اتبعوا من لا یسألکم اجرا، اجرا اختصاص مسائل مادی ندارد، یعنی چیزی از شما نمیخواد، چیزی از شما نمیخواد. این نکرم در سیاق نفی است، نه اجر مادی میخواد، نه اجر معنوی میخواد که شما او رو تجلیل کنید، از شما احترام میخواد، هیچی از شما نمیخواد. و هم مهتدون. اینجا هم ذات اقدس اله وجود ما رو که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فهمید تو هر دو امر داری، برای اینکه اینا احبار غیبی و احکام غیبی است که ما میگیم. و ما اکثر الناس ولو حرسته به مؤمنین، با اینکه به ما تسألهم علیه من اجر، چیزی از این مردم نمیخوایی. بله دیگه، اول مسلمین هم، یعنی اول رتبی، نه اول زمانی، چون اول زمانی هر پیغمبری نسبت به قوم خودش اول مسلمین بود دیگه. هر پیغمبری نسبت به قوم خودش اول مسلمین است. این که وجود مبارکه حضرت در تمام قرآن همین یه جاست، اونم مخصوص پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم است، برای همینه که اول رتبی است دیگه. اول کسی که در جواب ارسطو برد بکن بلا گفت وجود مبارکه پیغمبر بود. مرحوم مفید رضوان الله تو کتاب شریف اعمالیشون نقل کردن بعدم از تعمیر گفت بلا. این میشه اول رتبی. قرض اینه که این دو جهت سند مقبولیت حرف است. فهمود اینا حرفای مستدل و خوب دارن، چیزی از شما نمیخوان. و ما تسألهم علیه من اجر، یک، این هو الا ذکرون للعالمین، یه تذکریست، یه هوشیاریست، هوشداریست، نام آوریست، یاداوری خداست برای مردم. خب اگر یه حرف خوبی از یه گوینده بی غرضی صادر بشه، خب چرا قبول نمی کنی؟ فرمود به ما اکثر الناس ولو حرسته به مؤمنین. این اختصاصی مردم مکه ندارد تا که بگویم که اونها خدا را قبول داشتن ولی مؤمن نبودن، نه، غالب مردم اینطور است، چه مکه چه غیر مکه، به دلیل عالمین. یعنی اکثر مردم جهان گرفتار هستن، اون ایمانی که باید بیارن نمیارن. البته بسیار از اینها اهل سهو و خطا و جهلن، عنادی ندارن. البته سرانجام اینها
به مغفرت الهی میرسن، به استثنای معاندین که انتو خلد فیه المعاندین، وگرنه بقیه که رو جهل و غفلت و سهو و نسیان و کم اعتنایی و غلبت علینا شقوتونا، اینا وقتی که عذابشون به اون نصاب رسید خب آزاد میشن. اما خب حالا مثلا یه لحظهش نمیتواند اون عذاب تحمل کند، چه رسد به چند روز یا چند ماه. خب و ما تسألهم علیه من اجر این هو الا ذکر للعالمین، یعنی پیام شما این برای جهانیان است. زمخشری در کشاف نقل میکند که وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه با همراهان که وارد مصر شدن مهمان هستی یوسف بودن، تقریبا 24 سال در مصر بودن، بعدم که رحلت کردن وصیت کرده بودن مرا کنار قبر پدرم اسحاق در شام دفن بکن که وجود مبارک یوسف همین کارم هم کرده، بعدم خودشون برگشتن مصر و چند سالم در مصر زندگی کردن. بنی اسرائیل اون روزی که وارد مصر شدن مهمان هستی یوسف بودن، یه خانواده مثلا چند نفری بیشتر نبودن، شاید در حدود 100 نفر. بعد وقتی جریان هست موسی که 400 سال بعد از جریان هست یوسف، فاصله هست موسی و هست یوسف 4 قرن بود، اینطور که ایشون نقل می‌کنن، بنی اسرائیل وقتی خواستن در خدمت هست موسی از مصر بیرون برن تا از شر فرعون نجات پیدا کنن، خب صدها نفر شدن، چندین نفر شدن، چندین برابر شدن در طی این 400 سال دیگه. البته این همه یا تاریخ است یا روایت مرسل، در حد روایت مرسل یا تاریخ. فرمود این تنها مردم این است درباره این قصه و امثال این قصه نیست، غالب مردم اینن. بسیاری از مردم دنبال معجزه، در حالی که سراسر عالم معجزه است، همه موجودات عالم آیه خداست. منتها حالا آیه خدا، کرامت الهی، معجزه الهی، بعضی ها فراوانن بعضی نادر. خب حالا یه تکه خاک این بشه گل به اون رنگ، به اون بو، به اون جمال، به اون جلال در بیاد، همون یه تک خاک بشه یه میوه شیرین، همون یه تک خاک بشه برگ خوب، همون فی الارض قطعا متجاورات و جنات، که آب یکی، خاک یکی، هوا یکی، باغبان یکی، آفتاب یکی، اما میوه ها رنگ رنگ، گل ها رنگ رنگ، طعمه ها و منظره ها رنگ رنگ. همه اینها آیات دیگه، همه اینها نشانه است. منتها برخی ها به دنبال معجزه یعنی امر غیر عادی میروند. فرمود سراسر عالم آیات الهی است و کم من آیت فی السماوات و الارض که یمرون علیها و هم انها معرضون. اینا عبور میکنن ولی اعراض دارن، نمیبینن، غافلن. عمیت عین لا تراک علیها رقیبا. سیدن استاد رضوان علی میفهمه خب این یمرونه یعنی بی تفاوت میگذرن، ظاهر آیه هم همینه، که منظور از یمرونه این که ما بگیم بی تفاوت میگذرد معنای کنایی مراد است، نه اینکه عبور میکند، یعنی بهش نگاه نمیکند، ولو نشسته است یا ایستاده است آرام هست ایر نگاه بهش نمیکند، ایر میگیم بی تفاوت از کنارش گذشت. وقتی میگیم بی تفاوت از کنارش گذشت معنای کنایی مراد است، نه معنای مطابقی، یعنی عبور کرد و رفت. نه، ما یه مطلبی رو به این آقا گفتیم، این بی تفاوت از کنارش گذشت، هر اعتنا نکرد، نه اینکه عبور کرد، یعنی اینجا نشسته است. ایشون میفرمان که اگر ما این یمرون را معنای حقیقیش بگیریم نه معنای کنایی، این نشان حرکت زمین است. بالاخره مردم روی زمین در اثر حرکت زمین از آیات الهی می گذرن، منتها هم اون مسئله علمی تأمین است، همین مسئله موعظه‌ای و اخلاقی. و که این من آیات فی السماوات و الارض که این آیات هست و مردم غافلانه از اینها می گذرن و ایمان نمی آورن. بعد این جمله هست که به ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشركون. پس اکثر مردم که ایمان نمی آورند طبق آیه 103 و ما اکثر الناس رو هرسته مؤمنین. این هرس هم چیز خوبی است نسبت به ایمان مردم،
قل لعلک باخ و نفسی که علی آثار مندم یؤمنو به هذه الحدیث اصفا یک لا تذهب نفسو که علیهم حسرات دو. این گونه از آیات ذات اقدس اله در این آیات به پیغمبر صلی الله علیه وسلم تسلی میدهد که حالا اگر نپذیرفتن نگران نباشه. پس به ما اکثر الناس ولو هرسته مؤمنین، پس اکثر مردم نمیپذیرن، اقل میپذیرن. این اقلی هم دو قسمن، اکثر این اقلی مشرکن، اون اقل این اقلی موحد نابن. و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا بهم، یعنی این اکثر مؤمنین مشرکن. پس مردم با تقسیم اول به دو قسمن، یه اکثر یه اقل. اکثر ایمان ندارن، این اقل به تقسیم دوم دو قسم میشن، اکثر و اقل. اکثر این اقلی ایمانشون آلوده است، اقل این اقلی موحد نابند. اینی که میبینید در زید و عمر میکرده به این سمت و اون سمت میگرده همینه دیگه، میگه خدا هست ولی، بله خدا قبول داری، ولی این ولی و اما دنبال لا اله الا الله بوست. یه لا اله الا الله میگه، یه ولی و اما میگه، یعنی لا اله الا الله و اون آقا، لا اله الا الله و اون جریان. از امام سلام الله علیه سوال کردن چگونه اکثر مؤمنین مشرکن، فرمود خب این که میگن لولا فلان و هلکتو همینه دیگه، اگر فلان طبیب نبود ما از بین رفته بودیم. خب بگو خدا را شکر که ذات اقدس اله از راه فکر اون طبیب ما را درمان کرد، ازا مرستو فهو یشفین، نه که اگر او نبود ما از بین رفته بودی. اگر فرون کس نبود آبروی ما میرفت، او مشکل ما را حل کرد. خب چرا اینجور میگی؟ بگید خدا را شکر که او را وسیله قرار داد، خدای سبحان آبروی ما را از اون راه حفظ کرد، چون ما بکن من نعمتن فمن الله دیگه. این تعبیر اول خدا و دوم فلون شخص، همه این شرکالود بودن ایمان رو میرساند. خدای اولی نیست که ثانی داشته باشد. که به ما گفتن من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، این مضمون حدیثی است که وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ادب چیز خوبی است، احترام چیز خوبی است، اگه کسی نسبت به کسی محبت کرده شایسته است اون طرف قدرداری کند، حق شناسی کند، دعا کند، همه در جاش محفوظ. اما او رو در حد واسطه بداند ولا غیر. خدا رو شکر که به وسیله فرونکس این کار رو نسبت میکرد، این هم ادب است هم توحید. اما بگیم اول خدا دوم فرونشخص، خدا هو اول و آخر است، اولی نیست که دیگری آخرش باشه، که یا اولی نیست که ثانی داشته باشد، که همون همین که میگن لولا فلان لهلکتو، این همینه دیگه. پس ما موظف بگیم خدا رو شکر که به وسیله فرونشخص این نعمت ما داد، خدا رو شکر که وسیله آفتاب و قمر مشکلات نور ما را حل کرد. لذا فرمود اکثر مردم مواظب زبانشون نیستن. ما اول موحدیم، اون توحید فطری ما گاهی غبار میگیرد. این آیات برای غبار روبی است، وگرنه ذات اقدس اله ما را با سرمایه خلق کرده است. فرمود فاقم و شکل دین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها، ما با سرمایه خلق شدیم، با فالهمه ها فجوره ها و تقوه ها خلق شدیم. این غبار ها که جلوم سرمایه رو میگرد، این مواعظ برای غبار روبی است. لذا فهمود این ذکر است، یاداوری است. یاداوری اینه که انسان اصلشو بلده، متعالی یادش رفته. حالا اینا غفلت روبی، غبار روبی، غبار جدایی و مانند آن است که اون فطرت به یادمون بیاید. البته ائمه علیهم السلام، انبیاء علیهم السلام گذشته از این که غبار روبی میکنن، اون فطرت نهفته را شکوفا به شکوفا ترم میکنن. الحمدلله رب العالمین.